سلام، وقت همگی به خیر. خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگه از مجموع برنامه های رنگین کمان ایرانی در ایران وایر. من شایا گلدوست هستم، زن ترنس و کنشگر مسائل جنسی و جنسیتی، و خیلی خوشحالم که امروز هم مثل هر دوشنبه با هم هستیم تا در مورد یکی از مسائل و موضوعات مربوط به جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی با هم دیگه صحبت کنیم. امروز مهمان من در برنامه پگاه بنی هاشمی حقوقدان هست و قراره راجع به احکامی که مربوط به جامعه رنگین کمانی هست در قانون مجازات اسلامی صحبت کنیم، و مخصوصاً در مورد حکمی که جدیداً برای دو نفر از اعضای جامعه رنگین کمانی صادر شده. من اگر که پگاه بنی هاشمی همراهمون باشه دعوتش میکنم به برنامه و با هم دیگه این بحث رو آغاز میکنیم. پگاه جان، امیدوارم که با ما باشی. سلام. سلام، خیلی ممنون. خب خوشحالم که من با موفقیت اینجا. خوب هستی؟ خیلی ممنون. مرسی، متشکرم. مرسی، خیلی ممنون. تصویر من خودم یه خود خودمو تیره و تار میبینم، ولی شاید اینطوری نباشه. تیره و تاره، یکم نورت کمه، ولی نه، میتونیم ببینیم. خیلی بهتر شد. خوبه، داریم تصویرت رو داریم. خیلی شما صدای منو با تأخیر میشنوین؟ نه، صدای شما درست. مرسی. خیلی خوش آمدی، ممنون که دعوت من رو قبول کردی امروز همراه من شدی در برنامه تا در مورد یکی از مسائل و موضوعات خیلی مهمی که مربوط به جامعه رنگین کمانی هست صحبت کنیم. اول برنامه اگر حرفی داری معرفی چیزی، ما با جان و دل گوش میدیم و بعد میریم سراغ موضوع. خیلی ممنون شایع جان. من متشکرم که شما منو به برنامه دعوت کردین و خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم که در مورد این موضوع صحبت بکنم. شخصا اعتقاد دارم که در ارتباط با مسائل این چنینی همین صحبت‌ها و آگاهی رسانی‌ها هستش که تا همینجا در واقع باعث پیشرفت شده و باعث خیلی از اتفاقات در سراسر دنیا شده. در واقع یعنی منظورم تجربه عینی هستش که در مورد کشورهای دیگه داریم. و یه سلام ویژه‌ام دارم به همه کسایی که الان ما رو لایو دارن میبینن. خیلی خوشحالم که بتونیم در رابطه یه گفتگوی جذاب داشته باشیم. آره، و همطور که میدونی این ویدیو تو شبکه‌های اجتماعی و وبسایت گذاشته میشه و دوستانی که الان با ما نیستن حتما بعدم میبینن، و از صحبت‌های امروز من یه گزارش هم مینویسم برای عزیزانی که میخوام بخونن و حالا یا زمانش رو ندارن یا قادر نیستن که به برنامه گوش بدن. پگاه جان، من فکر میکنم خوبه که از اینجا شروع کنیم راجع به قوانین و احکامی که بر اساس قانون مجازات اسلامی برای اعضای جامعه رنگین کمانی صادر میشه، مخصوصا که با صراحت در قانون بهش اشاره شده در مورد روابط افراد همجنس، که این مجازات ها میتونه بسیار سنگین باشه، میتونه از شلاق تا اعدام متغیر باشه، و خب تبعات بسیار خطرناکی همونطور که میدونیم برای افراد در ایران میتونه داشته باشه. متاسفانه توی سالهای اخیر خیلی از سازمان‌های حقوق بشری یا حتی در بعضی از مواقع دیده شده سازمان ملل نادیده گرفتند این شرایط و این احکامی که در ایران اجرا میشه علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی. اما همونطور که اخیراً هم شاهدش بودیم، دیدیم که اجرا میشه و حکومت هم یک کم انگار صراحت گفتارش رو در این مورد بیشتر کرده و علنی تر به این
موضوع اشاره میکنه. من میخوام که اگر امکان داره شما اول به صورت کلی در مورد این قوانینی که در مجازات اسلامی وجود داره بر ما یک کمی صحبت بکنید و بعد بریم سر مسائل دیگه. حتما، خیلی ممنونم. ببینین، من اینطوری میخوام شروع بکنم، صحبتمو در چند بخش تقسیم میکنم که در واقع صحبت پراکنده نباشه. اولین بحثی که میخوایم صحبت بکنیم این هستش که خب ما همه کم و بیش شنیدیم که قانون مجازات اسلامی ایران برگرفته از شرع اسلامه، بنابراین پایه و بنیاد قوانینی که به خصوص در رابطه با مسائل همجنسگرایی اومده قطعا برگرفته شده از شرع هستش. همینجا باید یه پرانتز باز کنیم که بگیم کدوم شرع، برای که حتی در این رابطه هم بسیاری از فقهای دینی هم در واقع نظرات مختلفی در این رابطه دارن و خیلی ها هم هستن که به این موضوع اعتقاد ندارن که مجازاتی باید در این رابطه وجود داشته باشه، یعنی که به هر حال نظر غیر هم هست. حالا پرانتز رو ببندیم برگردیم به اون. به هر حال این قوانینی که الان امروز در دست ما هست و داره اجرا میشه مصادیقی رو عنوان کرده که در واقع خلاصه میشه به این که توضیحاتی داده در رابطه با اینکه اگر دوتا زن یا دوتا مرد در چه حدی رابطه داشته باشن و اینها، که من اصلا معتقد هستم که در این لایو نمیخوام به صورت جزئی حتی به این اشاره بکنم که در واقع قانون مجازات اسلامی روابط زن و مرد رو چطوری تفسیر میکنه و در این قانون برای اینکه توضیح میده که مثلا اگر سکس به این شکل داشته باشن، اگر سکس به یه شکل دیگه داشته باشن، برای اینکه به این دلیل وارد در این جزئیات نمیشم که ارزش اینو نداره که بخوام در واقع تفسیر حقوقی بکنم، برای اینکه اصلا این قوانین کاملا توضیح خواهم داد که این قوانین در واقع قانونی نیستش که ما بخوایم یعنی ارزش این یا به اون اندازه در واقع ولیوی داشته باشه که ما بخوایم تفسیرش بکنیم بگیم اگر دوتا زن رو دیدن در این حالت، اگر دوتا مرد رو دیدن در این حالت، برای اینکه من اصلا کلا با کل موضوع مخالفم. درست. بنابراین مسئله که وجود داره این هستش که حتی با، ولی اشاره کوچیکی خواهم کرد، که در خیلی از این قوانینی که توضیح داده شده که مثلا دوتا رابطه یا دوتا زن و مرد و اینها، به دلیل اینکه بعضی از اینا ختم میشه به مسئله حد شلاق یا قوانین دیگه و حتما آخر اون در واقع اعدام نیست، به همین دلیل هم خیلی از حتی همکاران حقوقی ما متاسفانه وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگن که در ایران قوانین سختگیرانه ای در ارتباط با مسئله همجنسگرایی وجود نداره، مسئله اعدام وجود نداره، اینا رو اعدام نمیکنن و بنابراین اینا به این شکل در واقع این موضوع رو از اهمیت قضیه کم میکنه به نظر من و میندازه روی این دور که قانون وجود داره اما منسوخه. خب من با این موضوع هم خیلی مخالفم، برای اینکه فکر میکنم تا حد و اندازه‌ای که قانون در واقع مثل یک کتاب مادر میمونه، مثل یک الهام بخش برای افراد جامعه هست، قانون باید طوری باشه که تمام تک تک شهروندان یک جامعه از اون احساس آرامش و امنیت بگیرن. بنابراین وقتی قانون حتی قانونی داشته باشه، ماده‌ای داشته باشه که به نظر برسه که این در واقع اجرا نمیشه یا خیلی مورد اجرا قرار نمیگیره، این دلیل بر این نمیشه که ما این موضوع رو ازش بگذاریم، برای اینکه اولا این حقیقت نداره، حتی اگر یک نفر با اون قانون مجازات بشه در واقع بی‌عدالتی صورت گرفته. در ثانی بر این که اصلا این حرف رو هم من از این جهت نقد می کنم که اعتقاد دارم که همیشه این قوانین منسوخی که به نظر مردم میاد اجرا نمیشه در گوش و کنار ایران اجرا می شود اما به گوش ما نمی رسد. من دانشجوی حقوق که بودم یادم سر کلاس بودیم یه بخشی از به اصطلاح جزای اختصاصی داشتیم مربوط می شد به قطع دست و قوانین این چنینی برای مجازات. همون موقع به اصطلاح بچه های کلاس جیغ زدن که ما این قسمت رو نمیخوایم بخونیم، این قسمت خیلی دردآور ناراحت کننده است و واقعا هم هست، حتی خوندنش برای دانشجوی حقوق هم سخته چه برسه به اینکه آدم بخواد اینا رو اجرا بکنه. و استاد ما برگشت گفت چرا میشه، این حرف صحبت مال 15-16 سال گذشته است و شما خبر نداری. خب امروز به لطف شبکه‌های اجتماعی ما میشه در اخبار میبینیم که داره اجرا میشه. درسته. پس ولی به هر حال این موضوع هم منظورم به اینی که مسئله همجنسگرایی و احکامی که در این رابطه صادر میشه هم از جزء مسائلی هستش که هنوز ممکنه شبکه‌ای نشه و رسانه‌ای نشه.
خب حالا برگردیم به بحثمون، یه خود تخصصی تر نگاه بکنیم. شما هر جا خواستین میتونید وارد صحبت نه کار بشید، بله من حتما، نمیخوام نه 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 خواهش میکنم، نه شما کامل توضیح میدید، من گوش میدم. مرسی. ببینین، برگردیم به بحث مسئله همجنسگرایی. من از اینجا میخوام شروع بکنم که اول بحث قانون ایران رو میگم و بعد میرم روی بحث مسائل حقوق بشری. ببینید، قانون ایران همینطوری که توضیح دادم، ما به دلیل اینکه در واقع یک چیزی داریم به نام ماده قانونی داریم به نام مسئله افساد فی الارض، من در همه مصاحبه ها گفتم، اینجا هم میگم، مسئله این هستش که، و از اون طرف علم قاضی رو داریم، یعنی قاضی باید به این علم برسه که یه نفر به افساد فی الارض میتونه متهم بشه و در واقع داره فساد میکنه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که حتی اگر در ارتباط با مسئله همجنسگرایان، مثلا در یک بین رابطه دوتا زن که توضیح داده قانون مجازات ممکنه حد اعدام نداشته باشه و حد دیگه ای براش قائل باشن، از این جهت هستش که میتونه قاضی بهشون حکم فساد فی الارض بده و حکم اعدام بده. بنابراین دست قاضی در این رابطه باز هستش. از طرف دیگه ما یک، یعنی وقتی صحبت از جامعه در واقع همجنسگرایان و اقلیت‌های جنسی می‌کنیم، این موضوع رو باید بدونیم که واقعا این جامعه بسیار مظلومیه، برای که در بسیاری از موارد افراد یا قربانی قانون میشن در این رابطه و یا قربانی حتی در واقع قتل‌های ناموسی میشن. ما چند سال پیش این رو داشتیم که علیرضا پسری بود از استان خوزستان، حالا همون ماجراهایی که دور و برش هست و همه شنیدیم و در اخبارم اومده، که در واقع وقتی خانواده متوجه میشن که این پسر همجنسگراست، خودشون دست به قتلش میزنن. بنابراین ما اینجا میبینیم که قانون نه تنها نقش هدایتگر نداره، نقش حامی نداره، که بلکه به گونه ای طراحی شده که افراد میتونن احساس بکنن که خیلی خوب، این که به هر حال به دست قانون قراره اعدام بشه، قراره که به دست مجازات بشه، پس بذار ما این لکه ننگ خودمون از روی لکه خانواده پاک بکنیم. پس میبینیم که قانون نه تنها بازدارنده نیست، هدایتگر نیست، بلکه تشویق کننده هم هست. و امروز حالا این خبر به سرتیتر اخبار رسیده در مورد این دو زن به دلیل فعالیت هایی که داشتن، ولی همطور که اشاره کردم، باز هم من بسیار موارد زیادی دیگه ای رو شنیدم که افراد حالا در پارتی های مثلا همجنسگرایان دستگیر شدن یا مسائل این چنینی، و یا گاهی اوقات هم مسئله شاکی خصوصی وجود داره، مثلا ممکنه خانم یا آقایی در ازدواج بوده باشه و همسری اونها رو در این حالت به اصطلاح مشاهده بکنه و به این صورت بره شکایت بکنه، یا مثلا فرد دیگه اونها رو در این حالت ببینه و بره شکایت بکنه. بنابراین اینا مسائلی هستش که در ممکنه رسانه‌ای نشه، ممکنه به اصطلاح ما از اخبار خبر نداشته باشیم، برای اینکه شاکی خصوصی پشت مسئله و خیلی هم اطلاع رسانی در موردش صورت نمیگیره. خانواده ها هم یه شرمی دارن که دوست ندارن در این رابطه صحبت بکنن. دقیقا، و معمولا میکنم صدور چنین احکامی پشت یک نام دیگه، یک عنوان دیگه، به صورت یک موضوع دیگه مطرح میشه و معمولا اعدام ها و احکام سنگینی که در مورد روابط جنسی افراد همجنس در ایران صادر میشه با اون عنوان، مثلا حالا لواط یا مصاحبه اگر اشتباه نگم، بیان نمیشه. شما گفتی که نمیخوای به اون جزئیات ماده بندهای قانونی اشاره کنی، اما یک چیزی که خیلی همیشه برای من جای سوال بوده و خیلی تأمل برانگیزه، توی رابطه جنسی دو مرد در قانون مجازات اسلامی، اون تبعیض جنسیتی و اون مرد سالاری نهفته خیلی با صراحت بیان شده. یعنی اونجور که من داشتم نگاه میکردم و الانم جلوم هست و اگه لازم بود میتونم از روی متن بخونم، به اصطلاح ماده تبصره قانونی که فرد رو به دو دسته مفعول و فاعل تقسیم میکنه، فردی که مفعول در رابطه هست تحت هر شرایطی اعدام میشه، مرد مفعول در رابطه جنسی. اما مثلا برای مردی که فاعل یا کننده کاره، یک سری شروطی رو در نظر گرفتن و یک سری امتیازاتی رو قائل شدن که شما از همینجا میتونی بفهمی که مثلا
دست یک مرد رو همونطور که در رابطه مثلا جنسی بین زن و مرد باز گذاشتن، در رابطه جنسی دو مرد هم دست اون مردی که به اصطلاح فاعل هست رو یک جوری باز گذاشتن و یک سری امتیازات رو بر اساس یک سری تبصره ها بهش دادن که واقعا نشون میده که چقدر با دید با نگاه تبعیض آمیز به این مسئله نگاه شده و چقدر اون نگاه تبعیض آمیز جنسیتی وجود داره و لایه به لایه رسوخ کرده تو تمام این قوانین. و در مورد زنان هم حالا یکم شرایط متفاوته و یکم قوانین و ماده تبصره‌های مختلفی وجود داره. اما اشاره کردیم به این که همیشه این احکام با عناوین دیگه مطرح شه یا خبرش به ما نمیرسه، و علاوه بر این مفاد قانونی که وجود داره، شما گفته که دست قاضی هم خیلی موقع ها باز هست و میتونه تشخیص بده بر اساس علمی که داره که این حکم این رابطه چه خواهد بود، و اگر هم نه ما قطعه‌های ناموسی رو داریم که تعدادش هم کم نیست، اما ما تعداد انگشت شماری رو شاید بشنویم این روزها دقیقا. به واسطه شبکه‌های اجتماعی. درسته. اما در مورد حکمی که برای ساره و الهام صادر شده، میبینیم که این دفعه اونقدر پشت پرده جرائم دیگه و عناوین دیگه پنهان نشده این حکم، هرچند دامنه جرمهایی که اتفاق افتاده رو بسیار گسترده کردن، اما حکم اعدام به دلیل افساد فرض، به دلیل ترویج همجنسگرایی بیان شده. و آیا پگاه جان فکر میکنید که این رویکرد تازه‌ای هست در از دیدگاه حکومت نسبت به جامعه رنگین کمانی که هم داره فشار رو بیشتر میکنه، یا اون ترس رو در دل افرادی که تو این حوزه فعالیت میکنن داره افزایش میده، یا نه همیشه همین بوده و حالا مثلا شاید به گوش ما رسیده، یا نه از نظر شما که یک حقوقدان هستی هم این حکم و اعلام این حکم یک رویکرد جدیدی هست و ما باید یکم به زوایای مختلف این حکم بیشتر نگاه کنیم و بیشتر توجه کنیم؟ ببینید، من فکر میکنم که مسئله این که رویکرد جدیده در واقع دستگاه قوه قضاییه ایران برمیگرده به این که شما خودتون اگر به عنوان یک کنشگر جنسیتی نگاه کنید، 10 سال پیش، 20 سال پیش، امکان صحبت کردن در این رابطه و افرادی که در این رابطه صحبت میکردن اصلا خیلی عدیده بودن، خیلی کم بودن، تعداد کمی در این رابطه صحبت میکردن، که خب حالا من الان اسمشون هم نمیارم، همه هم میشناسنشون، چند نفر بیشتر نبودن، شاید تعدادشون از انگشتانی دست هم کمتر بود. ولی خب جامعه به مرور پیشرفت کرد، شبکه های اجتماعی به وجود اومدن، اینترنت پیشرفت کرده، و در واقع علم و آگاهی مردم داخل ایران هم در واقع تغییر کرده. من یادمه که همون حوالی 2 دهه پیش یک مجله آگاهی جنسیتی به صورت الکترونیک پخش می شد، یعنی در واقع منتشر می شد، چقدر همه علاقمند بودن و نگاه می کردن و بهش به اصطلاح یه نگاهی داشتن که امیدواریم برای اینا مشکلی پیش نیاد و مسئله خاصی نباشه. بنابراین حرف من این هستش که خب با پیشرفت جامعه، با اینکه در واقع جامعه اقلیتی مایل هستش که از این در واقع پنهانکاری عبور بکنه و بخواد در واقع به مرحله آشکارسازی برسه، یه عده‌ای هم هستن که در این رابطه فعالن و صحبت میکنن و این فعالیت‌ها بیشتر شده، ممکنه شکل در واقع یه مقدار بارزتری به خودش گرفته باشه، تعداد افراد در این رابطه هم احتمالاً بیشتر شده. من آماری در دست ندارم، ولی حدسم از روی در واقع نگاه به شبکه‌های اجتماعی. به همین دلیل هم خب با یک اقدام ضربتی قوه قضاییه نسبت به این موضوع واکنش نشون میده و میخواد از همه که در واقع، یعنی به یه نحوی داره نشون میده که یک تابلوی
احتیاط کن میزنه که به این ورود به این مسئله میتونه تهش به اینجا هم ختم بشه. بنابراین زیاد روی این موضوع فعالیت نکنید. البته این فقط مربوط به خانواده اقلیت های جنسی نیست، به نظر من در تمام امورات دیگه در واقع حقوق شهروندی هم همین حالت رو داره. در مورد فعالین مربوط به مسئله حجاب هم همین روی کرد و داره، در مورد فعالیت های در واقع کسانی که روی مسائل حقوق اقلیت های دینی کار میکنن روی اونا هم همین حساسیت وجود داره. و خب به هر حال متاسفانه هر حرکت اجتماعی در این رابطه پذیرفته نیست. حالا به شکلی اعمال قدرت میکنه. بله دقیقا، و یه مقداری در واقع ترس و ارعاب ایجاد میکنه که در واقع در این رابطه اگر هرچه هستی باش، در خونه باش، ولی در موردش صحبت نکن، در موردش نخوا که در واقع نقش حمایت برای افراد دیگه داشته باشی، یا نیا جلوی دوربین و در واقع به صراحت این موضوع رو اعلام نکن. مثل خیلی از چیزهای دیگه در ایران به نظر من همچنان در واقع تشویق به این هستش که هر مسئله که هست، هر کاری که انجام میدی در خفا انجام بده، تا وقتی گیر نیفتادی مشکلی نیست. خب ما میدونیم که خیلی از عروسی های ما، خیلی از مهمونی های ما قاطیه، هیچ کس هم حجاب نداره، مشروب هم سرو میشه، ولی تا زمانی که در واقع گیر نیفتن مردم. ولی حالا من میخوام اگر اجازه بدی به این مبحث وارد بشم، برای که زمانمون کوتاه هستش، که نقش قانون در این رابطه چطور میتونه باشه. ببینین، بذارین من در واقع یه مقدار بحث رو با صراحت بیشتری پیش میبرم. ما وقتی صحبت از حقوق اقلیت‌های جنسی میکنیم، میبینیم که خیلی از مردم هم، خیلی از واکنش‌ها هم واکنش منفی نسبت به این موضوع حضور پیدا میکنن، یا در کامنت‌ها یا در بسیاری از نظرات به اصطلاح نظراتی میدن که کاملا با این موضوع مخالف هستن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که در آینده جامعه ایران ما باید با مخالفین در این رابطه چه کار بکنیم و نقش قانونگذار در این رابطه چطور خواهد بود. شخصا و بسیاری از به اصطلاح فعالین این حوزه در حوزه به اصطلاح مسائل بین المللی به این موضوع معتقد هستند، و منم هستم، که در مسائل حقوق اقلیت‌های جنسی این قانون هست که باید و وظیفه در واقع حمایت از تک تک شهروندان رو داره. خانواده اقلیت‌های جنسی هم جزو شهروندان این ایران محسوب میشن و حق این رو دارن که در واقع قانون ازشون حمایت کامل رو به عمل بیاره. همینجا هم هستش که زمانی که قانون در یک کشورهای دیگه، مثلا کشور بریتانیا که من سالها اونجا زندگی میکردم و تا یه حدی شاهد فعالیت گروه‌های اقلیت جنسی بودم که از چه سالهای شروع شد به کجا ختم شد. بریتانیا یکی از کشورهایی هستش که سالها پیش اگر گوگل کنید به اصطلاح بسیاری رو بر اساس جرم همجنسگرایی اعدام میکرده و مجازات سختی داشته. اما میدونیم از اون طرف هم بریتانیا یکی از اولین کشورهایی بود که در این رابطه خیلی پیشرو بود و مسئله حقوق همجنسگرایان رو پذیرفت و حتی براشون قانون به اصطلاح ازدواج رو گذاشت، قانونی که بتونن برن و در واقع شهرداری شهرشون بتونن ازدواج و رابطهشون رو به ثبت برسونن. بنابراین و در این رابطه قانونگذار بریتانیا نیامد مسئله همجنسگرایی رو در بریتانیا به رأی بذاره، بیاد بگه که آیا همه مردم راضی هستند که ما بحث به اصطلاح قانونی شمردن همجنسگرایان رو به رسمیت بشماریم. علت این هم این هستش که این موضوع برمیگرده به حقوق بنیادین بشر، چه اونایی که مخالف هستن، چه خوششون بیاد چه بدشون بیاد، همه افراد حق دارن که در یک جامعه با آرامش زندگی بکنن و حق دارن که از حقوق شخصی و احوال شخصی خودشون برخوردار باشن. اینجا نقش قانون میتونه مؤثر باشه، چون در واقع وقتی قانون چوبشو محکم روی میز میزنه و یه چیزی رو تصویب میکنه، دیگه اثر مخالفت ها هم کم میشه، چون شما بر اساس قانون گناهکار نیستین و قانون از شما حمایت میکنه. اگر کسی بیاد به شما حمله کنه، بی احترامی کنه، این قانون هستش که میاد و از شما دفاع میکنه. مزایای بسیار زیادی رو داره و در واقع قانون اینجا نقش فرهنگ سازی هم داره. با به وجود آوردن این قانون در سطح جامعه، مردم یاد میگیرن که باید به حقوق بقیه افراد هم احترام بذارن، ولو که خودشون به این موضوع اعتقاد نداشته باشن. بنابراین در جامعه ایران هم
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک روزی همه مردم و اکثریت به این آگاهی برسن. امیدوارم که اینطور بشه، ولی اگر هم نشه انتظاری، یعنی انتظار زیادیه که بخوایم داشته باشیم، برای اینکه در این رابطه آموزش صورت نگرفته، بسترسازی صورت نگرفته و این وظیفه قانونگذار هست که در واقع طوری قانون رو بالانس کنه که شهروندان در کنار همدیگه به راحتی زندگی بکنن و اجازه نداشته باشن به حقوق همدیگه دست درازی بکنن. مثلا من مثال میزنم، اگر شما نمیرید دزدی خانه کسی دیگه یا ماشین کسی دیگه رو نمیرید سوار بشید، شما لطف نمی کنی به اون شخص که این قانون رو میپذیری. قانون وجود داره و شما مجبوری که از این موضوع تبعیت بکنی. بنابراین شاید حتی اگر قانون وجود نداشت در ارتباط با مسائل دزدی کردن، دسترازی کردن به اموال دیگران، ما شاید میتونستیم ببینیم که خیلی خوششون بیاد برن دسترازی به اصطلاح حقوق دیگران هم بکنن. ولی اینقدر قانون در این رابطه محکمه که امروز هیچ کس شکی نداره که اگر دزد رو بگیرن خب حسابش با قانونه. بنابراین در مورد مسائل در واقع خانواده اقلیت های جنسی هم باید روزی به این حد برسه که قانونی وجود داشته باشه و این موضوع در میان مردم به صورت یک پذیرش عقلی و یک پذیرش در واقع حتی اجباری صورت بگیره. و اگر برداشتم از حرفات درست باشه، معتقدی که قانون و قانونگذار میتونه فرهنگ اون جامعه رو به مرور تغییر بده. فکر میکنی با شرایط فعلی ایران و با حکومتی که روی کار هست ما میتونیم امیدوار باشیم که این قانون تغییر بکنه؟ نه خیر، نمیتونیم امیدوار باشیم، برای اینکه تا زمانی که در واقع مسائل دینی میاد وسط و تصمیم گیری میکنه نمیتونیم در این رابطه صورت هیچ اطمینانی داشته باشیم، هیچ چشم امیدی داشته باشیم، برای اینکه مسائل دینی هم همونطور که گفتم مسائلیه که بسیار نظریه، افراد خیلی زیادی در موردش نظرات متفاوتی دارن. حتی خیلی ها معتقد هستن که اگر خمینی اوائل انقلاب در واقع مسئله تغییر جنسیت رو فتوا نمیداد، شاید در بعد از اونم امکان این موضوع وجود نداشت. پس بنابراین میبینیم که حتی در میان فقهای دینی هم نظرات مختلفی وجود داره. بنابراین نمیتونیم به این موضوع امیدوار باشیم متاسفانه، و خیلی از مسائل هستش که باید به صورت قطع و یقین از مسئله دین جدا بشه. ما امروز دیگه مسئله دین رو به عنوان یک حقوق شهروندی نمیپذیریم و بلکه مسائل بر اساس، همونجور که گفتم، بر اساس حق بالفعل شهروندان باید صورت بگیره. اینکه مثلا اکثریت یک جامعه به این معتقد باشه که، فرض کنید اقلیت‌های دینی، من به این طور بهش نگاه میکنم، نباید حقوق هم مساوی با ما داشته باشن، این دلیل به این نمیشه که چون اکثریت این نظر رو دارن بنابراین اقلیت دینی همیشه باید در یک هجر و محجوریتی باشه. نه، قانون باید اینجا بیاد و به عنوان یک در واقع مثل یک حالت مادرگونه، پدرگونه، هر جور که بخوایم مثل کت خدامنشی بیاد این موضوع رو تموم کنه، بحث در این مورد رو در واقع ببنده. و وقتی هم صحبت از اقلیت‌های جنسی میشه، برای من خیلی جالبه که مثل اون حرفی که احمدی نژاد چند سال پیش اومد توی سازمان ملل زد که گفت ما اصلا در ایران هم جنسگرا نداریم، در دانشگاه کلمبیا بله و از کلمه زشتی هم استفاده کرد، من تکرار نمی کنم. در واقع خیلی ها که صحبت می کنن یه جوری در واقع رفتار می کنن که انگار اینها در محیط خلایی هستن. ما بعد امروز این موضوع رو بپذیریم که به اطرافمون اگر نگاه کنیم، به خانواده خیلی بزرگ فامیل هزار نفریمون نمیخواد نگاه کنیم، همون به اطراف خانواده خودمون نگاه کنیم، احتمالا یکی دوتا از گروه های اقلیت های جنسی رو در خانواده خودمون میتونیم پیدا کنیم، در فامیلی خودمون میتونیم پیدا بکنیم. بنابراین این موضوعی نیستش که در خانه همسایه وجود داره و دقیقاً همین نداره، اونا هم عضوی از خانواده شما هستن، عضوی از فامیل شما هستن. و بپذیرید که آدم ها دوست دارن هر جوری که دوست دارن زندگی بکنن، بعد بتونن این کارو انجام بدن و پذیرش شما کمک میکنه که افراد جامعه از این ترس و از این آشکارسازی در واقع بیرون بیان و اجازه داشته باشن که هویت واقعی خودشون رو نشون بدن. دقیقا همینطوره. اما با توجه به این حرفا پگاجا، من فکر میکنم که علاوه بر این که اصلا بحثی درش نیست که ما مشکلات قانونی بسیار زیادی داریم و اصلا اون
مسئله دین که در قانونگذاری دخالت میکنه و قانون و قانونگذاری که بر اساس احکام دینی قانون رو مینویسه و اجرا میکنه، این خودش در دنیای امروز یک باگ بزرگی در سیستم حاکم بر یک کشور میتونه باشه. اما همینطور که اشاره کردی به اون موضوع احمدی نژاد، من میخوام بگم که فرهنگ هم خیلی میتونه مؤثر باشه روی قانون. مثلا ما اگر مثلا بحث، اگر اشتباه نکنم این سخنرانی احمدی نژاد سال 2007 بود اگر اشتباه نکنم، و از اون موقع که اصلا کلن وجود اقلیت‌های جنسی و جنسیتی رو منکر می‌شدن در ایران، به جایی رسیدیم که مثلا رهبر جمهوری اسلامی از واژه همجنسگرایی در صحبت‌های خودش استفاده می‌کنه. یعنی این روند فرهنگی، اجتماعی، کنشگری افراد این جامعه و این بزرگ شدن فضای مجازی و کوتاه شدن و دست نایافتنی نبودن دیگه برای ارتباط با سایر جوامع در دنیا، باعث شده که اونا از مرحله انکار به این نقطه برسن که پذیرفتن که این افراد هستند، وجود دارن و دارن زندگی میکنن، حالا با اون دیدگاه منفی خودشون به این ستیز و نفرت پراکنی دامن میزنن. اما جوامعی مثل انگلیس که خودت گفتی که شاید نگاه کنیم به چند دهه قبل، میبینیم که احکام بسیار سنگینی وجود داشت. در آمریکا اگر به 50 سال قبل نگاه کنیم، میبینیم که این افراد مجرم بودن، باهاشون بدترین برخوردا میشد. اما مطالبه گری خود این افراد رفته رفته قانون و قانونگذار رو مجبور کرد که تغییری درست در قانون ایجاد کنه. ما کاری که ما امروزه داریم میکنیم، یعنی اگر دستمون به قانون و قانونگذار کوتاهه، چون که سیستم دموکراتی نیست که تو راحت مطالبه گری کنی و مطالبه تو مورد بررسی قرار بگیره، پس انگاره ما کنش فرهنگی داریم میکنیم، جامعه رو داریم آگاه میکنیم برای یادگیری و پذیرش و بالا بردن اطلاعات در مورد جامعه رنگین کمانی. ولی آیا فکر میکنی که بالا رفتن فرهنگ جامعه، آگاهی جامعه و بالا رفتن پذیرش جامعه میتونه رفتن فاکتور بگیریم سیستم حاکمی که در ایران الان هست رو، اما این با پذیرش جامعه میتونه به نقطه‌ای برسونه قانون و قانونگذار رو که مجبور بشه یک سری از قوانین رو تغییر بده، چون جامعه آماده پذیرشه و جامعه داره خلاف اون قانونی که وجود داره حمایت میکنه، میپذیره و درست رفتار میکنه. آیا از این طریق هم میتونیم به اون نقطه و به اون برابری نسبی، چون من معتقدم تو اکثریت جوامع، مثلا همون توی بریتانیا، توی کانادا هنوز هم هستن افرادی که نمیپذیرن، بسیار ستیز دارن، نفرت پراکنی اگر دستشون باز باشه میکنن، اما قانون عامل بازدارنده است. دقیقا. یعنی اون مجبور میشه که جلوی زبان رفتار خودش رو بگیره، چون برخورد درسته قانونی باهاش میشه. درسته. اما همین جوامع هم پذیرش جامعه باعث شد که چنین قانونهایی گذاشته بشه. فکر میکنی این هم روشی هست برای رسیدن به اون نقطه‌ای که ما دنبالش هستیم؟ یعنی ببین قطعاً آره، برای اینکه همونجور که اشاره کردی نکته خیلی هم خوبی هم گفتی، واقعا ما امروز جایی رو داریم که در واقع رهبر جمهوری اسلامی از کلمه درست استفاده میکنه، در حالی که احمدی نژاد در سازمان ملل استفاده نکرد. البته آقای رئیسی بعد رهبر جمهوری اسلامی دوباره از کلمه اشتباه استفاده آره، کرد. کاش از هم حداقل الگوهای درست رو از هم برمی‌داشت. استعدادشو ندارن. میدونی به هر حال من فکر میکنم که این مسئله قطعا تأثیر داره. ببین من همیشه به کسانی که اولین افرادی بودن که در این رابطه آشکارسازی کردن، اومدن صحبت کردن و تلاش کردن که هم جامعه رو آگاه کنن و هم افرادی که در واقع در این رابطه در ناراحتی و در یه شک و تردیدی به سر میبرن، به اونا هم خیلی کمک کرد. من همیشه احترام بسیار زیادی برای تمام کسانی قائل هستم که در واقع آشکارسازی میکنن، میان و با شجاعت صحبت میکنن
و مطمئنم که اثرش بسیار بیشتر از برآوردی هستش که ما میتونیم داشته باشیم، برای که همه هم نمیان بگن که مرسی تو بودی که باعث شدی مثلا من احساس ترس نکنم، من الان بیام از این به اصطلاح تردیدی که دارم بیام بیرون، احساس نکنم که فقط خودم این طور هستم. اینا مسائل هستش که در واقع ما مدیون افرادی هستیم که در این رابطه تلاش میکنم. من همیشه مقایسه میکنم زمانی که خودم حداقل 15 سال پیش داشتم خودم رو میشناختم با فضایی که امروز خیلی از بچه‌ها دارن برای خودشناسی، کاملا متفاوت بود. ما هیچ الگویی نداشتیم اون موقع که مثلا ببینیم که اوکی واژه درست رو در مورد خودمون حتی پیدا کنیم. همه تک تک ما احساس میکردیم که از یک کره دیگه ای اومدیم و تنها ترین آدم مشکلی هست، چرا اینطوریه، من باید چه کار بکنم، احساس گناهی که هست، مسائلی بله. که وجود داره، عدم آگاهی که هست، عدم دسترسی به اطلاعات درست در این زمینه هست بله. و حتی بسیاری از افرادی که در واقع از این خانواده هستن از این رنج بردن که تلاش بله. کردن که به متخصصین روانشناسی مراجعه کنن، به مشاورها برن و از اونها کمک بگیرن و کار تازه بدتر هم شده، یعنی اونها تازه بهشون اشاره کردن که درست فکر میکنی، مشکلیه دقیقاً. و تازه باعث به اصطلاح ناراحتی بیشترشون هم شده. خب درسته، ما واقعا این میگم مدیون تمام کسانی هستیم که چه از این خانواده هستن و آشکارسازی میکنن، حمایت میکنن، کار میکنن، کار فرهنگی میکنن و چه از این خانواده نیستن. باز دوست دارم یه حالا چون لایف هستش خود فضا فرق میکنه، من پارسال دانشگاه داشتم حقوق میخوندم، یکی از اساتید ما کسی بود که من رفتم نگاه کردم بیوگرافی شد، دیدم که این خانوم از حدود سال 1995 تا مثلا 97 اینها مقاله های بسیار زیادی در ارتباط با حقوق همجنسگرایان نوشته. همون موقع به اصطلاح ببینید اون جو اون موقع خیلی متفاوت بله. بوده و این خانم از این خانواده نیست، بنابراین به بله. عنوان یک فرد که غیر همجنسگراست شجاعت اینو داشته که مقالات حقوقی رو در این رابطه چاپ بکنه و در دانشگاه بحث بذاره که باید در این مورد به اصطلاح حقوق تغییر بکنه و همین فعالیت ها منجر میشه به اینکه 5 سال بعد 7 سال بعد در واقع قانون آمریکا تغییر میکنه. بله. منتها زمانی که من رفتم بیوگرافی این استاد خوندم در به حدی رسیده بود که ممکن بود حتی از دانشگاه بیرونش کنن، به خاطری که بله. اولین کسی بود که در این رابطه صحبت کردم. ببینید افراد اینطوری در واقع ریسک مسائل مختلفی رو میپذیرن و من همچنان اعتقاد دارم که متاسفانه بودن از خانواده اقلیت‌های جنسیتی چه در ایران و چه در سراسر جهان هنوز با یک ریسک‌هایی ممکنه مواجه بشه. بهایی پرداخت میشه همیشه برای تغییرات. و به همین دلیل هم هستش که در واقع خیلی باعث خوشحالیه اگر عده‌ای هم که میتونن در این رابطه حامی باشن و حتی اگر به این گروه تعلقی ندارن یا مثلا فرض کنید مبتلا به این موضوع نیستن به دلیل اینکه یک فرد نزدیک از اونها اینطوره، خیلی خوبه که افراد در واقع آشکارسازی و حمایت کنن، به صورت آشکار حمایت کنن از این موضوع و علارغم تمام حمله هایی که میشه در واقع تلاش کنن برای اینکه این کمک میکنه به اینکه در واقع بخش دیگری از جامعه در کنار ما بتونه به راحتی زندگی بکنه. و برای چی ما الان به این نتیجه میرسیم که بعضی از کشورهای اسکاندیناوی در واقع مثلا مردم خوشحالترن، مردم راحتترن؟ یکی از دلایل اون این هستش که بها میدن به تک تک افراد اون جامعه و به این نتیجه رسیدن که حقوقی که در واقع تعلق میگیره به اقلیت‌های هر جامعه اگر رعایت بشه کل جامعه رو خوشحالتر میکنه، سلامت روان رو بالاتر میبره، جامعه رو از لحاظ دست انسانها رو باز میذاره. ببینید خیلی از هنرمندان ما داریم که در واقع همجنسگرا هستن، خیلی از خانواده هنری بسیار زیادن. خب بله بله. ما اگر به تاریخچه اونا نگاه کنیم حتما خودت بهتر میدونی، میبینیم از زمانی که در واقع تونستن آشکارسازی بکنن یک خلاقیت بیشتری داشتن، شکوفا شدن، آدمای بسیار مهمی شدن. بنابراین این نشون میده که زمانی که ما صدها رو برداریم و همونجوری که گفتم دو تا موضوع در کنار هم دیگه، هم آگاهی سازی و هم تغییر قوانین، در واقع هر دو اینا در کنار هم دیگه میتونه کمک بکنه که بخش دیگری از جامعه هم همراه دیگر افراد جامعه در واقع از پتانسیل جامعه رو افزایش بده. دقیقاً همینطور. پگاه جان به عنوان سوال آخر میخوام ازت بپرسم، از لحاظ حقوقی
ما در جامعه بین الملل چه کاری میتونیم بکنیم امروز برای جامعه رنگین کمانی ایران یا حتی افغانستان، چون فکر میکنم بسیار شرایط مشابهی دارند. آیا از لحاظ حقوقی و قضایی در فضای بین المللی دست افرادی مثل شما که متخصص هستن در این زمینه تا چه اندازه بازه که بتونن فشار بیارن توسط مثلا سیاست هایی که در کشورهای مختلف گذاشته میشه یا حقوق بین المللی که جلوی مثلا یک چنین احکامی رو در ایران بگیرن یا حکومت رو یک جاهای عامل بازدارنده باشن برای حکومت برای اعمال فشار و خشونت زیاد به این جامعه اقلیت؟ من فکر میکنم تمام کسانی که امکان اینو دارن که در این رابطه اطلاع رسانی کنن، آگاهی سازی کنن، در واقع با همه سختی ها میگم، چون وقتی که در واقع غیر از هیچ کس کاملا بدون حمله و بدون مشکلات بله یه همچون که گفتی باید هر کسی باید یه هزینه بده، ولی ما اگر اینو بپذیریم که این در واقع در راستای مسائل حقوق بشریه و باید روش کار بشه، همین اطلاع رسانی ها بسیار مهمه. من الان میبینم که مطمئنم این مسئله در بسیاری از وبسایت های انگلیسی زبان در واقع منتشر شده به صورت که خبر رسمی اومده، در حالی که باز اشاره میکنم که من خودم پارسال در این رابطه توی دانشگاه یه تاک داشتم و صحبت کردم، زمانی که داشتم برای اون بسیار تحقیق ریسرچ میکردم نمیتونستم به یک قانونی برسم که مثلا نشون بدم که قانون مجازات اسلامی در ارتباط با اقلیت‌های جنسی این مسئله رو اجرا کرده. خب فکر کنین امسال میخواستم این کار رو انجام بدم، الان بسیاری از وبسایت های موضوع رو منتشر کردن رسیده. این اثر کار آگاهی رسانی و اطلاع رسانی هستش که بسیاری از افراد و مثل افراد مثل شما دارن انجام میدن. این در واقع اثر بخشی این مسئله است. من مطمئنم که امسال در گزارش سالانه حقوق بشری که سازمان ملل اعلام میکنه این مسئله حتما درج خواهد شد. من مطمئنم که بسیاری از سازمان های حقوق بشری که در مورد ایران دارن کار میکنن قطعا این جزء گزارش سالانهشون خواهد اومد. خب این یکی از خوبی های، یعنی متاسفانه که بده من برای اون افراد ناراحتم، ولی این حس رو داره که در واقع صدای این مسئله به گوش جهانیان میرسه و اونها با یک فکت این بار روبرو هستن، نه فقط گمانی زنی هایی در رابطه با مسائل قانون مجازات اسلامی. بنابراین اگر از یک طرف جمهوری اسلامی تلاش کرده که ایجاد رعب و وحشت کنه، اما یک شمشیر دولبه است، از طرف دیگه هم مردم دنیا بهتر میشناسنش، بهتر متوجه میشن که داره در درون ایران چه اتفاقی میفته. و حتی من تصور میکنم که بعد از این مسئله اطلاع رسانی در مورد این دو نفر که امیدوارم که انشالله ختم به خیر بشه و مسئله خاصی براشون پیش نیاد، امیدوارم که واقعا شاهد آزادیشون باشیم، ما شاهد این هستیم، امیدوارم شاهد این موضوع باشیم که بسیار از پرونده های افرادی که در این رابطه درخواست پناهندگی دارن با سرعت بیشتری صورت بگیره، برای اینکه واقعا مسئله اقلیت های جنسی در ایران یه مسئله بحرانی و حاده. بله، یه مسئله که واقعا اینها در کشورهای ثالث هم که منتظر جوابشون هستن هم خود بهتر میدونی امنیت ندارن، با بسیار از مشکلات روبرو هستن، راه برگشت به ایران ندارن، برگردن خانواده چی میشه، خیلی از مسائل مختلف هست. بنابراین امیدوارم که اینجور مسائل روش تاثیر بذاره. و برگردیم به سوال شما، هنوز ما ضمانت اجرایی بین المللی نداریم که مثلا در این رابطه بخوایم از رئیسی که میاد سازمان ملل که دولت‌های دیگه بازخواست بکنه، ولی این قطعاً در دید کشورهای دیگه نسبت در به ایران گذاری هاشون در آینده ممکن. در آینده قطعاً بدون اثر نیست. حالا اینکه چقدر اثر داشته باشه، سیاست ها همیشه منفعت طلبی هم داره، ولی به هر حال امیدوارم که به اصطلاح این در دید اونها اثرگذار باشه. دقیقاً. مرسی پگاه جان برای بحث خوبی که شما انجام دادی و من یه همراهی کوچیک باهات کردم. اگر میدونم وقتت کم محدوده و شما هم خیلی مشغولی، به من افتخار دادی که قبول کردی دعوتم رو. اگر حرف آخری، نکته چیزی مونده که میخوایدش اشاره کنی میشنویم، و اگر نه امروز با تو خدافظی میکنم. خیلی ممنونم، مرسی که این فرصت به وجود آوردی، مرسی از خودت که الهام بخش هستی.
و همه کسان دیگه ای که در این رابطه تلاش میکنن. من به همه واقعا به قول فرانسوی ها کلام و به احترام شماها برمیدارم. و حرف آخری هم که دارم، نمیخوام حقوقی باشه، دوست دارم یه مقداری نقش دیگه ای باشه. من باز هم خواهش میکنم از تمام کسانی که حالا به هر دلیلی به اصطلاح صحبت‌های ما رو میشنون، اگر حامی این موضوع هستن حمایت خودشون رو نشون بدن. این قطعا کمک میکنه که ما در یک جامعه بهتری به سر ببریم، چه جامعه ایرانیان داخل کشور و چه جامعه ایرانیان خارج از کشور. دقیقاً میخوام بگم که خیلی از به اصطلاح حمایت ها میتونه کمک بکنه که حتی کسانی که خارج هستن هم هنوز با خیلی از محدودیت های احساسی و فامیلی و اینجور مسائل روبرو هستن و هر حمایتی در واقع کمک میکنه که یک انسان دیگری رو شما کمک میکنید که در محیط آرامش بخشی زندگی بکنه و همین حمایت ها میتونه یک روزی موجب تغییر قوانین در ایران بشه. مرسی از تو، ممنون که با ما بودی، وقت تو در اختیار ما گذاشتی. قولش رو میگیرم که دوباره با ما باشی و من هر زمانی که نیاز داشتم به کمک تخصصی ازت استفاده کنم. ولی امروز باهات خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم، مرسی، خدا نگهدار شما و همه. خدا نگهدار. مرسی. ممنون از شما که با ما بودین. بحث قوانین، احکام و مسئله قضایی در ایران بحث بسیار پیچیده هست و همطور که پگاه اشاره کرد، فقط با استناد به کتاب قانون نمیشه با صراحت در موردش صحبت کرد، به این دلیل که دست‌های زیادی در این قوانین و اجرای اونها نقش دارن و سلیقه قضات و حکام شرع هم بسیار تاثیرگذاره و یک موقعهایی خارج از آنچه که نوشته شده حکمی اجرا میشه که جای تأسف داره. اما امیدوارم که شاهد بهتر شدن شرایط باشیم برای همه و همینطور جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی. میدونید که این برنامه دوشنبه ها اجرا میشه ساعت 8 شب به وقت ایران و نظر، انتقاد و پیشنهادی، موضوعی، مهمانی رو اگر دوستایی در برنامه باشه میتونید با من در میون بذاری. صفحه من در اینستاگرام شایا گلدوست و هشتگ و ایمیل من ببخشید و ایمیل من shaya@iranwired.com هست. تا جایی که زمان داشته باشم پیاماتون رو میخونم. این ویدئوی این برنامه هم روی هم صفحه من، هم صفحه اینستاگرام ایران وایر و شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ایران وایر پست میشه و گزارشش هم تا چند روز آینده منتشر میشه. ممنون که امشب با ما بودید. تا یه دوشنبه دیگه، یه برنامه دیگه، یک موضوع دیگه و یک مهمان دیگه، وقت همگیتون بخیر. خدا نگهدار.